در خبری از ایران، کارشناسان میگویند تمامی ایران جز گیلان و مازندران گرفتار فرونشست زمین شده که نه تنها فرسایش خاک کشاورزی بلکه زیرساخت‌های شهری و میراث گرانبهای فرهنگی ایران رو منهدم و مدفون خواهد کرد. آسیب‌های ناشی از فرونشست در مجموعه چهارباغ و به تازگی در مسجد سید اصفهان نشانه نگران کننده ای از این هشدار هست. گزارشی ببینید از بهمن سقایی. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دشت‌های ایران منجر به افزایش شدت فرونشست‌های 18 تا 30 سانتی متری در دشت‌های ایران شده، چنانکه 300 دشت از جمله دشت اصفهان مناطق ممنوعه اعلام شده است. برداشت آب از دشت اصفهان به دلیل آسیب پذیریش از زمان شاه ممنوع شده. حال کارشناسان مرکز تحقیقات شهرسازی ایران با استناد به 3 فروریزش مهلک در خیابان‌های اصفهان طی ماه فروردین، اصفهان را خطرپذیرترین شهر ایران در فرونشست زمین ارزیابی کرده می‌گویند این بحران چنان جدی است که می‌تواند در آینده نه چندان دور اصفهان را تهی از سکنه کند. آنها پیش بینی کردند با روند خشکی زاینده رود و نبود جریان دائمی آن، آثار مخرب فرونشست روز به روز در این شهر بیشتر خواهد شد. کارشناسان محیط زیست توسعه خارج از توان دشت اصفهان و بارگذاری‌های صنعتی و کشاورزی بر زاینده رود و آبخانهای بدون بازگشت زیرزمینی را عامل این سرطان خاموش دانستند. علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی ایران در این باره میگوید الان یکی از بحرانی ترین جاهایی که تو کشور وجود داره در واقع دشتای استان اصفهان هستش که با پدیده فرونشست مواجه شده. میزان فرونشست در شهر اصفهان چیزی حدود 16 سانت و 2 میلیمتر هستش، 162 میلیمتر هستش که متاسفانه زبانهای فرونشست داخل شهر شده. قسمت مرکزی شهر، بافت تاریخی شهر تحت تاثیر فرونشست داره قرار میگیره. به گفته کارشناسان تنها گزینه باقی مانده برای حفاظت از ایران در برابر سرطان خاموش دست کشیدن از سیاست‌های رایج توسعه ناپایدار است. بهمن سقایی، صدای آمریکا.